عزیزان کاربر، در این درس راجع به سه تا ابزار میخوام براتون صحبت بکنم که جزء به یک گروه دستبندی شدند و بهشون میگن تونینگ تولز. این ابزارها تاثیرگذار هستند بر روی سچوریشن یا روشنایی رنگ ها. اولین ابزار اسمش هست داج، کارش روشنتر کردن و یا بالاتر بردن سچوریشن هست که همون روشنایی هست، درون رنگ ها تاثیرگذار است و رنگ رو روشن میکنه. ابزار بعدی اسمش هست برن، که همونجوری که از اسمش معلوم هست میسوزونه یا اینکه دی سچوریت میکنه یا اینکه روشنایی یا سچوریشن رو پایین تر میبره. و بالاخره ابزار آخر اسمش هست اسپانج، که شبیه به یک اسفنج عمل میکنه و کارش برعکس کردن کار دوتا ابزار قبلی هست. یعنی اینکه مثلا اگر از داج استفاده میکنید و یه قسمتی رو که اومدید روشن کردید، با اسپانج میتونید کار رو برعکس انجام بدید و روشنایی رو کمترش بکنید، در حقیقت سچوریشن یا میزان روشنایی رو کم بکنید که بهش میگیم دی سچوریت، یعنی اینکه تاریکتر بکنه یا روشنایی رو کمتر بکنه. و یا اینکه توی گزینه‌های اسپانج برید و انتخاب بکنید که کارش روشن‌تر کردن باشه و کار سچوریت رو انجام بده که در حقیقت کارش بالاتر بردن روشنایی است. موقعی که ازش استفاده بکنم آشنا میشید که چگونه عمل میکنه. برای که بتونید این ابزارها رو که شبیه به براش عمل میکنن و عرض کردم کارشون بالاتر و یا پایینتر بردن سچوریشن است بگیرید، از شورتکات حرف O بر روی کیبوردتون میتونید استفاده کنید. میدونید که اگر فشار بدید نگه دارید موقت دریافت میکنید، اگر اینکه فشار بدید بلافاصله رها بکنید ابزار رو دریافت میکنید. اگه من بر روی O بزنم، اولین ابزار از این سری داج رو دریافت میکنم. راه دیگرش این است که بیام اینجا کلیک کنم و انتخابش کنم، یا اینکه کلیک کنم نگه دارم و اولین گزینه رو انتخاب کنم. داج رو که انتخاب کردم، بلافاصله میتونم بیام کار روشن‌تر کردن رنگ ها رو انجام بدم. اجازه بدید راجع به آپشناش توضیح بدم. اینجا میتونید بیاید تغییرات براش رو به وجود بیارید، سایز براش رو بالاتر و یا پایین‌تر ببرید. توصیه میکنم که حتما از هاردنس 0% استفاده بکنید، چرا که این سه تا ابزار به دلیل اینکه کارشون روشن‌تر و یا تیره‌تر کردن است، اگر کلیک بکنید و هاردنستون زیاد باشه، دور اون قلمتون به راحتی دیده میشه و معلوم میشه که شما کار کردید اینجا و دیده میشه تغییراتی رو که به وجود آوردید، در نتیجه حتما 0% باشه. در اینجا رنج رنگ ها رو به سه دسته تقسیم بندی کردن، رنگ هایی که تیره هستن، جاهایی که به صورت شادو یا سایه دیده میشه، نگاه کنید مثلا اینجاها، مید تونز یا رنگ هایی که به صورت نه تیره و نه روشن محسوب میشن، و هایلایتس اون جاهایی که بسیار روشن است، مثل جاهایی که مثلا نور لامپ افتاده و خیلی روشن هست. اکسپوژر میزان درصدی رو به شما اجازه میده تاثیر بذارید روش که به چه درصدی دوست دارید بیاد اون ابزار رو ازش استفاده کنید. هرچه بالاتر تاثیرگذاری بیشتر، که البته توصیه میکنم حتما از درصدهای پایینتر استفاده بکنید، چرا که این ابزارها، این سه تا ابزار به راحتی میتونن عکس شما رو پس از چند ثانیه خرابش کنن. اگر میزانش خیلی بالا باشه، تاثیرگذاریش چون زیاد هست، در نتیجه خیلی راحت میتونید عکستون رو خراب کنید. هرچه پایین تر بذارید بهتر هست، چرا که ممکنه زمان بیشتری ببره ولی بهتر انجام میدید. و گزینه بعدی اینجا پروتکت تونز رو براتون توضیح بدم، که همجوری که از اسمش معلوم هست میاد مراقبت میکنه از تونز ها درون رنگ هاتون که موقع که انتخاب میشه معمولا بهتر عمل میکنه. البته میتونید امتحان بکنید اگر انتخابش نکنید چه تأثیری میذاره. بقیه گزینه ها رو بلد هستید، در اینجا توضیح نمیدم. اجازه بدید ازش استفاده بکنیم. میتونم به راحتی کلیک کنم و حرکت بدم. ببینید دندونایشون رو میتونم روشنش بکنم، چرا که حالا دارم سچوریشنش رو یا روشناییش رو بالا میبرم. F12 میزنم نگاه کنید قبلا چه شکلی بوده. کنترل Z دو مرتبه کنترل Z. اجازه بدید که اصلا انتخابش بکنم دندون ها رو، در نتیجه بر روی W میزنم تا اینکه کویک سلکشن رو دریافت بکنم، و بعد میام دندون ها رو انتخابشون میکنم. انتو نگه میدارم اینجا، یه مقدار از لبش رو انتخاب کردم. بله، اینجا رو هم اجازه بدید انتخاب کنم. بله، حالا اجازه بدید که
یه مقدار فید مثلا 2 پیکسل یا مثلا 3 پیکسل فید به وجود بیارم، شیفت F6 دو انتخاب شده میزنم و همجوری که میبینید حالا فید شده. اجازه بدید که ببینیم که چه تأثیری میذارم. همجوری که میبینید فید هست و بعد حالا از ابزار استفاده میکنم، بر روی او میزنم روشنش میکنم. نگاه کنید، بعضی جاها مجبور هستم که بیشتر استفاده کنم. F12 Ctrl Z همجوری که میبینید و به توسط این ابزار تونستم که اینجا رو روشن‌تر بکنم. البته برای روشن کردن دندون‌ها و اون زردی دندون‌ها رو از بین ببرید، راه‌های بسیار پیشرفته تری هست. اینجا فقط من یادتون دادم که این ابزار چگونه میتونه عمل بکنه و کارش بالا بردن سچوریشن یا روشنایی هست. اگه اجازه بدید کنترل Z چند بار میزنم تا اینکه برگردیم سراغ دندون به همون شکل سابق. و حالا همینجوری که انتخاب شده، اجازه بدید که روش دیگه رو بهتون یاد بدم. توی Adjustment Layer میتونید بیاید بر روی Hue Saturation کلیک بکنید و بعد میزان Saturation رو کم بکنید. از رنگی میزان کم میشه، همینجوری که میبینید سفید میشه. میتونید حتی Lightness یا روشناییش رو بالاتر و یا پایین تر ببرید و همینجوری که میبینید تاثیرگذار شد. اجازه بدید که اینجا بر روی این آیکون میزنم برگردیم. F12 میزنم که ببینید قبلا چه شکلی بوده. Ctrl Z همجوری که میبینید بسیار تمیزتر انجامش داد، اومد به صورت اتوماتیک. هم اینجا یه لایه به وجود آورد که ماسکش رو هم اتوماتیک به وجود آورده. Ctrl رو میگیرم و بر روی اینجا کلیک میکنم تا اینکه سلکشن برگرده. اجازه بدید که بریم و تاثیرگذار بشیم باز بر روی levels ها. مثلا اینجا اجازه بدی یه مقدار بیارم دست راست و بعد روشن‌ترش بکنم. همجوری که میبینید اینجا به راحتی میتونم تأثیر بذارم، حتی دندون این بنده خدا رو خرابش کنم. وحشتناک. بله همجوری که میبینید، البته در درس های مخصوص به Adjustment Layers به صورت حرفه‌ای یاد میگیرید که ازش استفاده کنید. حتی میتونم اپاسیتیش رو پایین بیارم که تأثیرش یه مقدار کمتر بشه. بله میبینید F12 Ctrl Z همجوری که میبینید تأثیر گذار هست. حالا اجازه بدید جفتش انتخاب بکنم و بر روی سطل آشغال بزنم، چرا که میخوام ابزارهای بعدی رو یادتون بدم. ابزار بعدی توی این سری گروه Tuning Tools Burn هست. برای اینکه بتونم انتخابش کنم میتونم بیام اینجا کلیک کنم و Burn Tool رو انتخاب کنم. کارش سوزوندن رنگ هست، در حقیقت سچوریشن رو پایین میاره، یا کلمه انگلیسیش هست دی سچوریت میکنه. نگاه کنید، کلیک میکنم، حرکت میدم، به راحتی میتونم روشنایی لبهای ایشون رو کم بکنم. به همین علت لباش یه مقدار تیره تر دیده میشه. میبینید که خیلی راحت میتونم تاثیر بذارم. همه گزینه‌ها شبیه ابزار قبلی هست. فقط مسئله جالب اینجاست که شما مهم نیست کدوم یکی از این ابزار رو، از این دوتا ابزار رو در دست داشته باشید. اگر Alt رو نگه دارید اون یکی ابزار رو دست میگیرید. الان من Burn Tool رو دستم هست، اگه کلیک کنم میسوزونم رنگ رو، ولی اگر Alt رو نگه دارم و حرکت بدم حالا روشنایی رو بالا میبرم. چون Alt رو نگه داشتم برعکس شده، به جای Burn شده Dodge. اگر Dodge رو دستم داشته باشم کلیک بکنم حرکت بدم روشنایی رو بالا میبرم، حالا اگر Alt رو نگه دارم و حرکت بدم برن رو در حقیقت دستم گرفتم. در نتیجه Alt بهتون کمک میکنه که به راحتی بتونید از این ابزار به ابزار بعدی بپرید. اجازه بدید آخرین گزینه که سپانج هست رو هم بهتون یاد بدم. گزینه‌هاش اینجوری است که اگر مود رو انتخاب بکنید دیسچوریت باشه، همونجوری که ازش معلوم هست، کار دیسچوریت یا پایین آوردن روشنایی رو انجام میده، و یا اینکه اگر سچوریت رو انتخاب بکنید کارش بالا بردن سچوریشن هست. فلو همونجوری که حدس بایستی زده باشید میزان تاثیرگذاریش رو بالا یا پایین میبره. وایبرنس از تکنیک وایبرنس که ادوب ازش استفاده میکنید اگر انتخابش کرده باشید، که به تب توصیه میشه که ازش استفاده بکنید، مگر اینکه توی یه سری از عکس ها تاثیر نذاره برای شما و یا تاثیر منفی بذاره. و اگر اینکه کلیک بکنید حرکت بدید، همجوری که میبینید دقیقا شبیه برن داره عمل میکنه، چرا که دیسچوریت انتخاب شده. اگر سچوریت رو انتخاب بکنم
اگر کلیک بکنم و حرکت بدم، همجوری که میبینید شبیه به ابزار داج عمل میکنه و روشنایی رو بالاتر میبره. اجازه بدید توی عکس دیگه راجع به کارایی این ابزار و روش دیگری برای سلکشن صحبت بکنم. توی این عکس همجوری که میبینید این دختر خانم موهاش روی هوا در حال پرواز هست و حتما توی سلکشن ها با این مشکل برخوردید که به راحتی نمیشه که کار سلکت یا انتخاب کردن را انجام داد. کاری که من درون این عکس انجام میدم این هست که میام و این بکگراند عکس رو سوا میکنم از این خانم و بعد خانم رو توی یک بکگراند دیگه قرار میدم و بعد میبینید که بعدن مجبور میشم که از برن استفاده بکنم که کارم رو تمیزتر در حقیقت درش بیارم. اجازه بدید که الت رو نگه دارم، دابل کلیک کنم، اینجا لایه رو به یک لایه معمولی تبدیل بکنم، یک لایه جدید به وجود میارم، کنترل شیفت ان تا یک لایه جدید به وجود بیاد، لایه رو میارم پایین تر میذارم، اگه اجازه بدید به صورت گریدینت رنگ میپاشم توش، در نتیجه بر روی جی فشار میدم، رنگ گریدینتی رو اینجا میپاشم همجوری که میبینید. حالا میخوام این دختر خانم رو سواش بکنم و دختر خانم رو توی اون بکگراند قرار بدم و این بکگراند رو ازش پاک بکنم. در نتیجه بر روی W میزنم تا اینکه کویک سلکشن رو بگیرم، انتخاب میکنم دوره این خانم رو چرا که راحت تر هست، کنترل شیفت آی که برعکس بشه انتخاب. دختر خانم انتخاب شده ولی میبینید که خیلی وحشتناکه اینجا و به این سادگی هم نیست که بتونید برید و موها رو سوا بکنید. حتما تست کردید تا حالا و دیدید که چقدر مشکله. روشی رو بهتون یاد میدم که بسیار کار رو براتون ساده میکنه، ریفاین ایج رو فشار میدید. البته شما بعدا با ریفاین ایج کاملا آشنا خواهید شد. همجوری که میبینید سوا کرد و اون بکگراند رو الان به ما نشون میده. میتونم توی قسمت ویو بیام شکل‌های مختلفی ببینمش، به صورت مارچینگ انتس یا همون جایی که سلکت شده بیان اون موچه‌های رژه رو بیاد به ما نشون بده که کجا انتخاب شده، به صورت اوورلیگ اینجا را اگه انتخاب بکنید به صورت بلک یا مشکی پشتش رو نشون میده، اگر بعدی رو انتخاب کنید پشتش رو سفید نشون میده، به صورت سیاه‌سفید توی یک لایه که لایه زیریش رو نشون بده و به صورت یک لایه مجزا که اگه اجازه بدید آن لیرز رو انتخاب میکنم. میام توی قسمت ایج دیتکشن انتخاب میکنم که لبه ها رو بیاد پیدا بکنم. همجوری که میبینید اینجا شکستگی وجود داره، میام انتخاب میکنم که به یه میزان پیکسلی بیاد و لبه ها رو پیدا بکنه. همجوری که میبینید لبه ها بهتر شد. سمارت رادیوس رو انتخاب میکنم چرا که بهتر انجامش میده. و حالا در زمانی که براش اینجا انتخاب شده میام کلیک میکنم و اونجایی که دوست دارم رنگ سوا بشه، این مو در حقیقت سوا بشه، میام به توسط این براش رنگ میپاشم، رها که میکنم میبینید که مو سوا میشه. اینجا کلیک میکنم، حرکت میدم، میگم که اینجا رو هم به همین شکل درست بکن و به سادگی میبینید که این دختر خانم رو سواش کردم. همجوری که باز میبینید توی قسمت‌های مختلف هم میبینید که چگونه عمل میکنه، که اگه اجازه بدید توی همین All Layers باشه. بعد اینجا انتخاب میکنم که آوتپوتش یا خروجیش به صورت یک لایه جدید که همراه با Mask هست انتخاب بشه و بعد اوکی میکنم. همجوری که میبینید اینجا لایه جدید به وجود اومد، ماسکش هم به دستش هست و از این عکس میتونم استفاده بکنم به راحتی و این خانم رو هر جایی که دوست دارم ببرم. نگاه کنید عکس قبلا چه شکلی بوده، حالا چه شکلی شده. و دلیل این که من اینو تو این درس آوردم دلیلش این است که یه مقدار اینجا روشنایی بر روی موها به وجود میاد، چرا که از رنگ قبلی ادغام شده با رنگ موهای ایشون. اگر اجازه بدید بر روی او میزنم و برن تول رو میگیرم، حالا میتونم از ابزار برن استفاده کنم و این جاهایی که روشن هست بیام تیرش بکنم که بهتر دیده بشه و طبیعی تر دیده بشه. همجوری که میبینید قبلا این شکلی بوده، حالا این شکلی شده. امیدوارم این درس هم به درتون خورده باشه.